این آقا از همین حالا باید بدونن که عروس خانم خودش با همین یه دست لباس. بهتره که آقا همه چی رو بدونن. باید بدونن که مریم جهاز مهازی نداره که با خودش ببره خونه شوهر. دی باز میگه جهاز نداره. مگه پدر خدا بیامرزش وقتی میخواست بره مکه خونه و زندگیشو نسپرد دست شما؟ چرا سپرد دست من؟ وکالت رسمی هم به هم داد. اما خدا بیامرز تا خیرخیره تو قرض بود. منم خونه و اساس اینجا رو خودم برداشتم، با پولش قرضش ادا کردم که حجش قبول بشه. بدکاری کردم. ببینم یعنی حالا این خونه مال شماست؟ بله که مال منه، یه قسمت از جهاز دخترمه. بالاخره اینم 4 روز دیگه باید بره خونه شوهر. من که نمیتونم حق این دختر بی مادر رو به شما ببخشم. درست میگم آقا؟ والا چی بگم، من زیاد وارد قضایا نیستم. میدونی چی زن داداش، من رفتم درباره این آقا تحقیقات کافی کردم. ایشون مرد محترمیان، مدیر عاملی شرکت تجارتی هستن. به یک همچی شخصیتی نمیشه دروغ گفت، چون طرح که موضوع رو بفهمن دودش تو چشم خودتون میره. بابا دختر چیزی نداره ببره خونه شوهر. اینو رو کراس به آقا بگو، خیال ایشون رو راحت کن. اصلا بذار حقیقت مطلب و صاف و بوسکنده خودم براتون بگم. برادر من به مرگ طبیعی نمرد، از سرت طلبکارا رفت مکه خودکشی کرد. تو داری دروغ میگی، مثل سگ دروغ میگی. پیر مرد خدا نشناس. وای قلبم تو چی شده مامان جون؟ خدا مریم مادر جون چی شده؟ یکی مسئله خدا بره دعواشو بیاره. خودم میرم. پس من مرخص میشم یه روز دیگه خدمت. هر میل مبارک. مادر کاری نداری مریم جون؟ فعلا که من بنده خیلی متاسفم که این وضع پیش اومد. مهم نیست، خودتون ناراحت نکن. خدا حافظ. خوش آمد. خدا نگهدار. مادر خدا حافظ. نازی جون راهنماییشو کن. چش بابا. مادر جون چشتو وا کن. مادر چشتو وا کن. بیا خانم جون اینم دوا. سرتو بلند کن مادر، سرتو بلند کن. دوا تو بخور، دوا تو بخور. زحمت به مریم خانم بگین پرویز اومده عیادت خانم بزرگ. اجازه بدین. نازی خانم، خواستگار مریم خانم اومده عیادت خانم بزرگ. خودم میرم دم در، تو برو دنبال کارت. یه جای خلوت ممکنه ما رو اینجا ببینم. خیلی خوب، بفرمایید سوارش. میخواییم با هم عروسی کنیم. اصلا این حرفا به تو چه مربوطه؟ ولی تو به اسم خواستگاری من اومدی تو خونواده ما.
منو سرشکسته نکن پرویز. سرشکستگی برای دختر حقوق‌باز و متقلبی مثل تو کمترین مجازاته. مگه من چه تقلبی کردم؟ چه تقلبی بالاتر از این که برای گمراه کردن من گفتی اون خونه مال منه؟ حالا میگم اون خونه و تمام اساسش مال ماست. وقتی داداشم از مسافرت برگشت میبینی که چطور از حلقومشون میکشه بیرون. باشه ما که بخیل نیستیم، ولی خواهش میکنم بیشتر از این مزاحم من نشو. رات رو کش برو. همین؟ بله همین. برو بله دستور میدم پیش رفت بیرونت کنه. آره میدونم، اتفاقا خودشم اومد خیلی هم ناراحته. خیلی خوب باشه، شیر فهمش میکنم. خدافظ عزیزم. پرویز بود. حدس میزدم. چرا دست از سرش ور نمیداری؟ اون آبرو داره، مثل تو بیابرو که نیست. اگه یه دفعه دیگه تو محل کارش آفتابی بشی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خیلی بی حیایی نازی، زیر پای خواستگار من نشستی و قره زدی، حالا زبونت هم سر من درازه. تقصیر خودته که پاتو از گلیم خودت درازتر کردی. پرویز از عیون و اشرافه، بیچاره تو که لیاقت اونو نداری. نیست که تو خیلی لیاقت داری. پس چی که دار؟ اگه نداشتم پرویز تو رو با اون خفت و خاری ول نمیکرد. به من بچسبه ایک بیری. به من میگی ایک بیری؟ سریش من پس دهتا رو بکنم. من جایی با من بگم با چی آبودی؟ چرا بچه منو میزنی بیرم؟ بچه تو این خونه خوردین و خوابیدین بستتونه. به زبون خوش دست دختر ایک بیری تو بگیره از خونه من برو بیرون، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. ای از خدا بی خبر، تو به اسم مستاجر اومدی تو خونه من، حالا دیگه ادای سابخونگی میکنی. آخر اگه شکایتی داری برو عدلیه تا بفهمی که حرفت به جایی نمیرسه. من میخوام دوماد بگیرم، نمیتونم ببینم که دوماد جوونم با دختر سرتقه تو زیر یه سقف زندگی کنه. همین؟ بله همین. چی به خیالتون رسیده؟ زهرا همین حالا جلو پلاس اینا رو بریز بیرون، برن گروش رو گم کنن. جشن آقا، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی بالاخره خدایم بالا سر ما هست. مامان تو خدای من سجوش نخوا. مادر جون بعد یه نامه واسه داداشت بنویس تا بیاد ببینه این چه بلایی به روز ما آورده. کوتاهی نرده سرت بگم، دیگه بلایی نمونده که عمو سر ما نیورده باشه. اون خدا نشناس با استفاده از وکالتنامه‌ای که بابای خدا بیامرزمون موقع مکه رفتن بهش داده بود خونه و اموالمون رو بالا کشید. بعدم حرمت گیس سفید مادرمون رو نگه نداشت و از خونه بیرونمون کرد. حالا اومدیم توی خونه مستاجری، روی زیلو نشستیم و به نون شب محتاجیم، چون هر چی داشتیم فروختم و خرج حکیم دوای مادر کردم. اگه هر چه زودتر برنگردیم مادرمون از دست میره. حساب ما رو برس، میخوام برم تو رو. چشم خانم. نفهمیدم چی کاره میکنن آقا. خداوندی خدا میکشمش. آره بکشیشه، منم صبح دوتا از اون خرمگس گونه دهاشو کشوتم. اما ببینم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ با تو هم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ میخوام برم تهرون. تهرون واسه یه چی؟ مگه عمل کم دارند؟ عموی نامردم دارو نداره، ما رو بالا کشیده، ننه آبجیمو آواره کرده، برام نوشته که فوراً حرکت کنم. بمود خواستم آورا فام برسه تیرون برای سرش بیارم که رب رو بشه یاد کنه. نه به تیرون رفتنی راضی نمیشم، میترسم بری سراغ عمود کارد دست خودت بدی. تو باید بینویسی آبجی ننه تنبیهن اینجا که سیتایی همینجا موندگاره بشیم. بابا موندگار بشم که چی؟ ما الان یه سال آزگاره که اومدم اینجا مثلا کاسبی کنم، سرما هم که دستم رفی چی؟ یه مش بدهکاریم بالا آوردم. اولا نیش بدهکاری مال مرده، اصلا فکریشم نکن. چارم از اون مگه تو آروغ میزنی؟ چه صدای کلوفتی داری؟ قاچاق فروش این حرفارم داره. آدم یه وقت مثل تو سرمایش از دست پا میده، یه وقت هم شانس میزنه با گیری میفته میره اونجایی که عرب نیه اینی داختا. آره اونجا هر میگم. خیلی خوب من دیگه میرم، ولی پول هتل مونده. میخوای ماشینمو بذارم اینجا بفروشی حساب هتل بدی؟ نه من از جیب خودشون در میارم با خودشون حساب میکنم. تو فقط فکر این باش که بنزین برای ماشین. خیلی خوب دیگه، خداحافظ. سلامت، دست اخ به امرات.
ماشالله قدم کشیدی. انسان نمیتونه ماچیت بکنه ها. خیلی قد و بالا رفته. بستی وایسا ببینم. حالا کجا داری میری تو؟ گفتم که میرم تهرون. چی چی ره میری تهرون؟ تنهایی ولت کنم که بری سر وقت عمود خودت بندازی تو هچل؟ نه جنم کوره خوندی. منم الان چمدونم و میبندم و همپایت باهات میام اونجا. آره خیلی خوب بستم را بیفته راشه. بریم آره این ضرب المثلی معروفیه که مالی حالا ولش که مهم نیست. یه آدم بی پدر مادر مثل عمود پیدا میشه آبرو یه مش بی پدر مادر دیگرم میبره یکم نیست پیش بگه آخه پیر مرد چرا اینقدر حرص دنیا گرفته تید؟ تو هم یه خود یواشتر تنده برو. هرگز نرسیدن بهتر از هیچ وقت نرسیدنه. یعنی هیچ وقت نرسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. چرا تیز میری؟ چرا تند میری؟ مواظب باش، مراقب باش، مواظب باش، مواظب باش. خوش تو نمیره ها بلاخره کار ده دست خودی دادی بلنش خواهد 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 چیزه ده به مردن نیست. ایش خدا ملاقات خیلی خصوصی و صدامونو ما خیلی خوب روشن میفهمیم. آره راستش من خیلی سعی کردم رضایت بگیرم اما ناکس زیر باره نرفت. منم دیدم دو جای سرش هنوز سالمه مونده زدم هر دو جایش شکون. حالا الحمدلله هیچ خطری جز خطر مرگ تهدیدش نمی کنه. خیالت راحت باشه چون با امید خدا تا ابد اینجایی. اگه آبجی اینا تو تهرون بی سرپرست نبودن مهم نبود. بالاخره یه جوری میشد. اما چه کنم که دل واپس اونا. ناراحت نباش من همین امروزه میرم تهرون بالا سرشون وای میسم تا تو حبسی تمومه بشه بیای بیرون. ربطه میکنم هرچین که من خودم چی تو کاری نداشتم. حتی پدر مادرم بالا سر خودم. ممنونم رضا جون. وقتی تو باشی انگار خودم بالا سرشون هستم. اما دلم میخواد بهشون نگی چه اتفاقی برای من افتاده. بذار با آدرس همون هتل برام نامه بفرستم. تو هم سر را به هتلیه بگو نامه ها رو برام بیاره اینجا. خیلی خوب چشم هر جور تو بخوای همون کارو میکنم. فقط آدرسشون رو بهم بده. آدرس؟ کوچه امیرینا رو که بلدی؟ علی چپ عربی تو همون کوچه پلاک 94. خوردی که کاری ندارم. فقط با آبجین بگو حال و احوال ننم و فوراً برام بنویسه. آیا دوشیزه مکرمه معظمه نازی خانم میرزا عادل به دایی وکالت میدهند که ایشان را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید و عقد دائم آقای پرویز مسیری در بیاورم؟ تکرار میکنم دوشیزه مکرمه نازی خانم میرزا عادل، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد دائم آقای پرویز مسیری در بیاورم؟ بله. چشم روشنی آوردی؟ عمو جون مریضه که خبر نمی کنی. حالا از من چی میخوای؟ دکتر گفته باید مامانتو ببری بیمارستان بستری کنی. من اینجا برای پول دنبالم ندارم. بانک هم که الان بسته است. مادرتو ببر مریض خونه بخوابون. حسابش هر قد که شد بیا از من بگیر. برو بابا جون. برو سلامت. برو. راستی بیا یه شیرنی چیزی بخور. نه دیگه پس مادرم من باید برم. خیلی خوب برو. بلسون بلسون پلاک 94 برسون. خدایا همونجور که اسکندر رو به خاک سیاه نشوندی مارم به پلاک 94 برسون.
نهدی چهر کجایی؟ عذر میخوام خانم، منزل علی خانم کجاست؟ اینجاست یا اونجاست؟ همینجاست، منم دخترشونم. هنه مریم خانم شما این؟ بله خودمم. پس سلام پهنه شدی شما؟ به من میگن رضا باسلوقی، ولی شما میتونین آقا رضا صدام بکنین. بفرمایید اینم نامه داداشتونه، بگیریم براتون فرستاده. چرا خودش نیومد؟ ولی عرض کنم خدمت با سعادت شما، یه سفر قندهار در پیش داشت، میخواست بره کویت جنسه بیاره. تیاری که داشت حرکت میکرد نامه شما رسید. این بود که نتونست بیاد، اما از کویته که برگرده حتما میاد. دلواپس نباشین. خدایا چه داداشم اینقدر بیخیال شده؟ اقلا میخواست خود پول واسه ما بفرسته. دختر عالی عجب مالی. چی گفتی؟ ببخشین هیچی، داشتم با خودم حروفی میزدم. یعنی میخواستم بگم که من صندوقدار داداشتونم خانم. اگه یه وقت خدای نکرده کم و کسری داشتیم من بهتون میدم. کم و کسری چی آقا؟ من حتی پول ندارم نسخه مادرمو بپیچم. اشکالی نداره، با من بیاین مادرتونه براتون میپیچم. بریم بریم، شما جلو بریم. سوای این اگه گرفتاری دیگم داریم به منه بگین، رفتش میکنم. به من اطمینان کنین، من اینه هم بانکای سویسم. اسرار مشتریامو مثل برق بلا برملا میکنم. خدا هیچ گرگ بیابونی رو مریض نکنه. آقای داروخانه بله. این احمد این نسخه رو ببینین چقدر پولش میشه. الان بهت قول میدم به حق امول بنی نسخی اول آخرش باشه. میشه 214. 214 تو من اینجا کجا پیدا میشه؟ تو همینجا وایسا، من الان میرم بانک پوله میگیرم و بره میگردم. زیاد طول نکشه. نه من تو تمام بانک ها حساب در گردش سیار دارم، هر بانکی نزدیک باشه تو پیاده رو زیاده. بفرم خواهش. نسخه رو بپیش زود بر میگردم. چی کار میکنی آقا جان؟ چنده بیگونده گیرو؟ محرم علی خان شما علی؟ محرم علی خان کی آقا؟ من اسمم سفرالیه. خب یه ماه فرقشه ببینم کی از پیمالی آمد. پیمالی ها چی آقا؟ من شما رو به جا نمیارم. من که شما رو به جا میارم کافیه دیگه. به جون عزیزی دروی که از دسته راسپوتین تو راسپوتین کی آقا جان؟ قرار میکردی؟ من هم کنی شما رو به جا نمیدیدم. حالا مهم نیست اشتباه شدید. خدا اشتباه. ماچش برای چی بود؟ نگاه کیف رو زده باشه. بله کیف رو زد. آی جیب برد. نزدیک بود بانک تعطیلی بشه. چرا اینقدر دیر اومدی؟ در عوض مثل شیری اومدم. این 210 تومن 4 تومنشم خودم به خودم تخفیف دادم. بیا این پولم پیشت باشه تا بعد. اصلا قابلی نداره. من میخیرم اینم مال داداشته، فرقی نمی کنه. بد میکنم شب که میام عیادت مادرت پول حسابی بهتون میدم. خب من رفتم، رئیس بانک منو به نهار دعوت کردی. خدافز. به سلامت. پنج شد که شد، حالا چیکار کنم؟ سوبلمه بخورم؟ مرگی موشه بکرین. 14, 15, 17, 18, 21 کن میکنه به عبارت 38. رضا باسلوقی تویی؟ خدا به زمین گرمت بزنه. مدتی پیدات نبود. کجا بودی بابا؟ هیمالیا بودم، پایتخت ایتالیا بودم. ها؟ اره کدوم هیمالیا؟ قصر یا قزل حصار؟ پسر یه خود ادبیات پیدا کن. آدم با یه شخص از ایتالیا برگشته اینجوری حرفی نمیزه. بابا حالا ترش نکن، بگو ببینم چی میخوری. مثل همیشه، اما باشدنکی که نمیشه. اینجا مثل صف اوشی جا گیری که تو یه جایی پیدا کنیم بشینیم. منم غذای مخصوصت درست کنم. کجا برم بشینم؟ هوام که بارونی نیست که چتر رو یه جا باز بکنم. حالا اون پیر مرده چطور؟ خدایا خیلی موقره، یعنی موقره. بریم پیشش بشینم. زبون خوش نمیخواد خودشی بره. حالا تا صورتتون برسه میتونی کمی از این مشروب بخورید. بیشتر دیگه بیشتر از این نمیشه بسلا. با شیشه نه آقازم خواهش میکنم. بریزین تو گیلاس اینکه بیاسه. این که قابلی نداره که آدم بریزتش توی گیلاس، همش چیز بسقاله. ببخشید اینی که دارین میخورین مرغی؟ نه خیر کپکه. آره میبینم که سرشم کرده زیر برد. بسلامتی هم چیکم جا. عجب گرد و خاک اینجا نشسته. آقا رضا خانه خاکش کردم من. آقا رضا از اونجا بلنش بگیری و نمیزنم. چی نمیزنی آقا؟ با من یه سب بودم، گفتم نترسی نمیزنم. کشش اونجا بگم رفتن تفریح کنن. آره چیز میزی
با آقای باسلوگیان کار داری؟ آقا رضا، جناب آقای باسلوگیان شما رو تلفن میخواد. راننده منه، بگو دو هفته دیگه بهم تلفونه بکنه. تازه از زندون برگشته و دست بردار نیست. من الکل بهم نمیسازه، همیشه بوتی خالی مصرف میکنه. بله راننده تون یه پیغومی داده براتون، بفرمایید بهتون بگه. بگو آقا از خودم. شما هنوز دو دقیقه نیست اینجا نشستی. آقا از خودتون شد. برنش برنش جابده منزل عوض برنش ببینم. شما راحت بشین غذاتونو بخورین. ما یه مشتری حسابی تو این کافه داریم، اونم شما داریم میتارونیش. کی گفته میخواد میتارونتش بدره سوخیتی؟ خب وقتی جیبشو بزنی این فلک زده دیگه پولی نداره که بیاد اینجا. اتفاقا اگه جیبشو بزنم زودتر میاد که بفهمه کی جیبشی زده. نه خیر نمیاد. اخ واسه چی نمیاد؟ یعنی این دوده غیرتی؟ بله غیرتیه، بالا غیرتن دور این یکی خیت بکش. شیله ها سربازش خیلی عالی. سعی کن بابا جان سعی کن، کارت بی عج نمیمونه. اینو بهت قول میدم میشه دوباره به هیمالیا بیاد. هیمالیا چی؟ هیچی آقا، میگن ناراحتم پیش شما نشستم. من نگفتم، من بگوری پدرت خندیده. به اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم که نره آقا بنشینه. ما تازه داشتیم با هم آشنا میشدیم آقا، اومدی برنامه ما رو با هم زدی. بفرم پیش میگم من بگیر ندید و خوش رازی که برنامه بشینه. بابا بشین بردار خودم آقا جان، تو برو داخلی تبیفا. پس خواهش میکنم کتتونو در نیارین، کولرها بازه، میترسم سرما بخورین. در نمیارم آقا، در نمیارم. گفتم عملیش کنی. اگرم میبینی نمیشه سعی کن، فهمیدی؟ سعی کن سعی کن. بیا جانم بیا، بی خودی میگی کولرها بازه، کولرها بسته. سبا میگم سلام. آزد ایمالیا برگشت و باز دستوردار نیست. بهشون بگو ماسو خیار مخصوصه، با دست خودم درستش کردم، قدرشو بدون. گره ببینم. از کنم که آشنایی با شما واقعا سعادتی بود برای بنده. از کنم که برای منم بازارچی سعادته بود. ولی غذای شما سفارشیه اصلا حساب با مشتریه. حالا از من بخورید ببینین چه مزه. نه نه بس بس کافیه، نریزین برای من. میدونی من جنبشو ندارم. بخورین به انسان جنبه مشروع من اینه. بخورین به خدا، بخورین جنبه پیدا میکنین. زیادم میشه بابا، چیزی مهمی نیست. مس کردین پای من. بله پای من، منم که پام یه پام چلاقی جنبه ندارم زیاد. سلامتی بای جزی خودم هم میخورم که جنبه پیدا کنم. اینم این بشتر اومده. خب دیگه پاشو پاشو بدم خونه، بقیه برنامه رو اونجا ادامه میدیم. خدا چشو ابروی منو سیاه کنه که امشب گرفتارم. وگر نه چی رو گرفتاری؟ من تازه امشب یه رفیق خوب مثل تو پیدا کردم. من به این آسونیه ولت نمی کنم. پاشو پاشو باید به زور میبرم. عیادت مریضه. باشه یه شبیه عیادت مریض رو میشه روزم رفت عزیز دلم. من خیال کردم عروسی دعوت داره. باره باش که اومدیم تو رو مسته بکنیم. سب کن فیتیره چرا بکشم بالا بی تو بسر. عجب جایی آوردی ما رو. آدم چیزه گیچی میگیره میبره نیست مخاطب. بس بابا یه وقت صاحب خونه بیداره میشه کار دستی نیست روزی که نه صاحب خونه بیدار هست. از پوزدارشو گره کن، من فرشار جمع کنم. از پالوی های قیمتی خیلی خوشم میاد. گفتم برو مواظب به صاحب خونه باش. بی خود لوله نکن، صاحب خونه خود منه. هنه چی گفتی؟ سابخونه تویی؟ نگه بهم نمیاد سابخونه یه همچه خونه باشم. پس خودتو مشغول کن. من اینجا با نمکی اگه تو رو نشنسه خیال میکنه واقعا دوز موزی چیزی هست. اتفاقا پدر خدا بیامورزم خیلی دلشه میخواست من دوسته بشم، اما من ناخلف جیب برو از عبدال رو بردم. جیب برو به دشت زفته. اما مثل اینکه تو بچه پول داری. نه غلام نه بچه پول دارستم، خود پول دارم. پس اولادت بچه پول داری؟ به سلامتی اولادت. نه نه من بچه ندارم، زنم ندارم، اصلا هیچ کسی ندارم، فقط یه دونه رفیق دارم که اونم تویی. پس میونی کلومتون کاله باز. شما تو این خونه به این درشتی تنها زندگی میکنی؟ نه نوکر و آشپز و مستخدم و امرولو و اسدولو و اسکر و همه چی دارم، اما الان خوابیدم. یوشوش دیگه خوابم داریم میگیرم، میخوام برم بخوابم. پس منو مرخص کنین، باید امشب برم حیادت یه دان مریض. مریضی که تو این وقت شب بیدار باشی که دیگه مریض نیست، شب زنده داره. فهمیدی؟ شب زنده دار. اگه اینجوری باشه پس من تو مریضم که این وقت شب اینجا سر پا ایستادیم و دریوری میگیم. نه دریوری نمیگیم، میریم میخوابیم. پس یه بر دری میگیم. پس بریم بخوابیم. اتاق خواب پس کجاست؟ تو بغلم تا ببرم. بیا تو اندرون. اینجا بیده من یه دیدی به درد مجسمه ها رو چای دی چیدی به درد خوری دیگه. بیل کن یابا مجسمه رو خوابم گرفته پیلی پیلی میرم. بیا بخواب دیگه، بیلش کن بیا. چشم بیا.
ببین اینم تخت دو نفره. بعد میگم یه اتاق مخصوص واسه درست کردن راحت کپلالات بزنی. نه اینجا نرم پرگوه برای من مناسبی نیست، برم یه جای زبری برای خودم دست پا بیدم. اونجا توالت جای خوابیدن نیست، جای کار دیگه است. بای راسته میگی، اونجا میستر آه نباید اونجا خوابی، اونجا باید چیزه. من اینجا میخوابم اصلا، من ببینم. اینجا میخوابم. تو هم مثل من تک تنها هستی؟ یاره بله بله، تنهای تنها. فقط یک رأس رفیقی دارم که اونم منم. نه تو رفیقی ناتنی هستی. غیر از تو یک عدد رفیق دیگه دارم که مادر خواهرشون سپرده زیر دستی من. الان هم میخواستم برم نزد اونها که تو نزاشت. حالا فهمیدم چی خواستی. پس تو هم مثل من عذب اغدی هستی، زمن یختور. نه یختور یعنی هر جا رفتم خواستگاری خرم نفسه رسید و به هم خود. یعنی من اشکال نداره، خودم میرم واسه خواستگاری، خرج عروسیتم خودم میدم، مهریه و شیرباها و شب عروسیتم اصلا با خود من. جدی میگی؟ تو رو خدا اینی جدی گفتی؟ اگه اینجوره ها من همین فردا صبح میرم عاشق 7-8 تا دختره میشم. اما حرف دیگه وقت علکی نباشی ناقلا. تو هنو من نشناختی، من جونم فره رفیقم میکنم. پس تو ملائکی، خداوند تو رو فرستاده برای من. خدایا تنکیو بری من. این یه خونه سه طبقه وسط میخرم که با زنت بری توش زندگی کنی. خوب یه طبقهش خودت میشین، یه طبقهش هم اجاره بده خرجت درات. طبقه سومش هم درسته بز تو بانک که بیفتی روش گنده. طبقه چهارمش هم چیز کن، طبقه چهارمش هم بذار رو پنجم. نفهمیدم سرانجام سه طبقه یا چهار طبقه میخوای بخری؟ با شما ملش کن، با تو ما رو به طبقشین اندازی یه وقت. اما یادگار خوابی یا بیدار؟ نه خیر خوابه، حالا موقعشی که برم سر وقت مریض. سیوی چشم که رو ماشین گذاشتی، یه خورده پشت رول بشینم ادای پوردارا رو در بیارم، خوابای خوش که ببینی. به جون خورت مریم خانم، وقتی حالم تیریف کرد و جریانه به هم گفت انقدر ناراحت شدم که نزدیک بود سکته کنم. ولی خب چی کار میشه کرد؟ این شطوری یکی در خونه همه میخوابه. حالا ناراحت نباش، من تموم خرج کف دفت ماله رو میدم، خطشم با آبرومندی برگزار میکنم. شب 7 و شب 40 تو همین خونه میگیریم، نوکرت هم هستم. نگفتم خواهر زدم حلال مشکلاته؟ یعنی چی این وقت شد؟ این یار مبارک بودا، سلام مبارک بودا، دیوان نزدیک بود دامادت، سلام پهنه شدی. برگیری چیزی؟ ها؟ ایسی میگرم؟ اول حکیم رفت و سپس مرد. حالا بگو ببینم برای فردا چی لازم داری؟ والا چی بگم؟ من که از این چیزا سردر نمیارم. خیلی خوب، من در میارم. صبح تکی به همه چیزو من میدم. شما خورتون رو ناراحت نکنین آقا رضا، من اینجا هستم. آقا کی باشن؟ خواهرزاده منه. خود شما کی باشین؟ خب معلومه من صاحب خونه. ایشون کی باشن؟ مستأجر این خونه. من کی باشم؟ شما مهمون مستأجر. خب این مهمون مستأجر میگه خواهرزاده؟ بی خواهرزاده یعنی مرخصه. دختر جون تو برو تو اتاق این خانم بگی بخواب تا صبح اول وقتم تلفن کن بهشت زهرا که ماشینه بفرستن. بندم صبح خروس خون اینجا هستم. اوهی خواهرزاده گفتم برو دنبال کار و زندگی گداری. من امشب میخوام پیش خاله جونم بمونم. تو برو، من پیش خالت میمونم، چه فرقی میده؟ چرا پیش خالم میمونی؟ مگه شهر هرته؟ هفه میده به صدای کلوفتت مینازی میری یا به زور از این خونه من بندازم بیرون. خیلی خب بابا، اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. خارج خرافه. به سلامت خاله جون. خیال میکنه ما نمیتونیم ثواب بکنیم یا پیش این خاله بمونیم. خب ما نمیمونیم، ما میریم دیگه. صبح منتظرم باش، باید برم بانک، یعنی اینجور جاها برم پول گیر بیارم بیارم. آره خدا خیلی خودی چقم بزرگی مبارد اینجور بازه. بسه دیگه مان. خدایش بود که تو امشب به پوست ما خودی، وگرنه وضع جنازه نامعلوم بودی. حالا آقا رضا باسلوگی برو یه جا برای خوابیدن پیدا کنه. شب خوش، صبح ناخوشی. گید
ببینم آقا. کی هستی؟ میگم بلند شو ببینم مردی که این مزاحم. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ شنوندگان عزیز من کجا هم من نمیشه؟ تو کی هستی؟ با کی هستی؟ تو با کی هستی؟ با کی هستم؟ با تو هستم که میگم کی هستی؟ منم گفتم تو با کی هستی؟ مردک ناحسابی تو خونه من چی کار میکنی آخه؟ دهیچنی ها عوضی شدی؟ من عوض شدی؟ یادت رفته چقدر ادعای رفاقت کردی؟ من؟ یادت رفته واسه من زنی گرفتی؟ من؟ واسه من خونه خریدی، زنی گرفتی، بچی دار شدیم، کلی خرجمون کردی، حالا داری کلی بیرونمون میکنی؟ نمیفهمم، مگه من آشغال جمع کنم که هر بی سر و پایی رو بردارم بیارم اینجا تو خونه؟ بابا حواست کجاست؟ تو دیشب تو مشروب فروشی با من آشنا شدی، بعدم منو به زور با خودت آوردی توی خونه؟ ولی تو حتی 3-4 دفعه خواستم از چنگی برم اما نه. من؟ ولی تو من آوردی اینجا گفتی یه خونه 3 طبقه واسه میخرم برو بازنه توی زندگی بکن. ولی تو یعنی واقعا یاد نیست که بهم گفتی برو یه دختره پیدا کنی؟ خود من تو نکنم اش فرمایشت الان تو بلا نگو بی سر و پا. عبدالله عبدالله امرو الله خیر الله شط الله ولی الله نصر الله فت الله. بیان اینجا، یعنی اینجا بیان کیا مالو خود تو کی هستی؟ اصلا من اصلا نیستم آقا جون، من عبداللهم. اصلا تو آشپزخونه است، من اینجای پام خال داره، میخوای نشونتون بدم؟ نگاه کنید مرده شروع خالتو ببرن. بگو ببینم این مردک عوضی چه جوری راه پیدا کرده تو خونه من و تمام شب اینجا خوابیده و شما نفهمیدین چه جوری اومد؟ بگو قربان، ما خواب بودیم، لابد با خودتون اومده. تو حتما با این همدستی بیرونش کن، بیرونش کن. یالا یالا رد برو. خیلی خب بابا میرم، انگار نوبت رفاقتش آوردی. اصلا تسخیر خود منه که دعوت هر بی سر پای رو قبول میکنم میام توی کلبه خرابه. بیرون 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 اگه دسته بم بزنین هرچی دیدین از چشم و حلق و گوش بینی خودت رو مثلا چی کار میکنی؟ تو دسته بزن تا من اون خاله رو بکنم. نرو دنبالش اسدالله، بیا اینجا. قربان من اسدالله نیستم، من عبدالله. من جهاد خالد خری هستی، گوش کن چی میگم. بعد دمی در دنبالش برو، مواظب باشی وقت چیز میدی بلند نکنه، فهمیدی یا نه؟ بله چشم. از چی خالدار زگیلدار دور خودم جمع کردم، حالا تشویق جنازه مادر مریم رو چی کاره بکنم؟ کار بدی کردم که دیشب خونه رو خالی نکردم. میگم برگردم شاید بتونم اسکیناسی، فرشی، قالیچه یه چیزی بلند کنم. باز که داری برمیگردی با آقای کار خصوصی؟ آقای ما با کسی کاری نداره، را بیا برو. میسین که تن هرسیتون میخاری هن؟ شما باید سفار که بین ما و شما که رقه ایشانه بر نشود پیامت بودیم تو بیاد عدد کنیم که تمام مجرمین رو بردیگرم. برو چخی من یه وقتی چاقو بلاخره ما نتونیسیم کاری صورت بدیم. نادر خانه که باقفش درست کردی؟ خوشتیده بکنه، خوشتیده کشید. آقا جون به جون شما همچین عدمی کردین که دیگه جرات نداره پاشه بزنی اینجا. البته خیلی رو شکرلان با من بودن، ولی ابتکار عملیات به دست من بود، تمام کارا رو خودم انجام دادم، من بودم که اول فلنگو بستم. اسدالله من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله میرم. اون بچه مزاهم هنوز اینجا هست، اونها امرالله رو انداخته تو روز دیگه بیرون خفش میکنه. باز میگه عملیات دست من بود، خودم عملیات دست من بود. از نکردم آقا جون، از اینجا نمیره. نگاش کنین این قزم آدم بی حیا میشه. یه مردم شو چطوری نه دست از سر من ور نمیگیری؟ آه چرا نمیگی گورت گم کنی؟ بی دعوته اومدم اینجا، باشدم که تشریف بیارین. از شما معذرت بخوام، اجازه بدی من عنوان معذرت خواهی من صورتتون رو بگیرم. نه خیلی لازم نکرده، برو بیرون از خونه من، برو بیرون. نمیدم منه برم بیرون. بخل منه سیده تو کلفته نکن، من باید بلیشمه. خیلی خب بیا مرا ببوش. بیا چش کردی بردی؟ من کینه به دلی نگرفته باشی. استولا استولا نیستم آقا جون، من از شما مارتین اوت کلون من مرد بی صورتمو زد دوفونی کن بروش برو در سرابم در بود اینه کنه چسبی بود به لپم نزود لپم بر بیاد. استولا من استولا نیستم آقا. زد زد چی زد؟ زنبور زد آقا. نه مردی که کیفم و زد مادر مادر جون بس دیگه تو رو خدا، این شطوریه که در خونه همه میگیره میخوابه دیگه گریه زاری نده. خدا رحمتش کنه و بلند شد بری پاش. مریم خانم وایسا ببینم کجا داری میری.
یه نامه واسه داداشم نوشتم، دارم میبرم بندازم تو صندوق پست. همش یه نامه بدش، من خودم میندازم. اصلا من با شرکت پست رفیقم. برادر عزیز، خبر مرگ مادر رو به آدرس قبل برات نوشتم، ولی نمیدونم که از مسافرت برگشتی و نامه به دستت رسیده یا نه. به هر حال دوست آقا رضا چنان ختم و شب هفتی برای مادر برگزار کرد که هیچ پسری در حق مادرش نمیکنه. ازت خواهش میکنم هر چه زودتر مبلغی پول برام بفرست که طلب آقا رضا رو بدم. البته اگه چیز قیمت داری تو خونه داشتیم میفروختم و قرضم رو ادا میکردم، ولی چه کنم که جز چند تا زیلوی پاره چیزی در بساط نداریم. داداش زودتر پول بفرست که از خجالت آقا رضا در بیام. قربانت مریم. ها؟ چی شده؟ چرا همچی میکنی؟ چیزه نادره اونجا نشسته میخوام من نبینی. نکنه اون شب که رفتی خونش جیبشو زدی؟ تو بمیری. اون شب نزدم، صبح زدم، اونم جیبشی نزدم، کیفشی زدم، تو بمیری. صبح زدی؟ خب اگه صبح ناشته زدی اشکالی نداره، زیاد وحشت نکن، بی خیالش. حالا میخوام یه جوری جیمز باندی درم که منو نبینه. خیلی خوب، تو سرش پایینه این موشک از اینجا در. ای من میرم، تو فقط هوای من از بغل داشته باش، از عقب. دارم دارم خوبم، دارم خیالت راحت راحت باشه. برو ببینم، برو به آقا رضا. سلام، چطوری آقا؟ به سلام، با بنده بودینه. چه سلامی، چه علیکی؟ حالا دیگه شما رو میبینید در میری میری. من که شما رو دیدم رفیق ما کوش، اگه اصلا تا حالا شما رو دیده باشم. ای والله اینم رسم رفاقت. اصلا تو چرا منو بی خبر گوشی رفتی جانم؟ مگه ما با هم دیگه رفیق نشدیم؟ مگه یه عالم قرار قرار نذاشتیم؟ والا گذاشتیم، اما تو فردا صبحش منو با اردنگی انداختی بیرون. من؟ بله تو، بله تو. حالا دیگه کسینجیرم که بیاده نمیتونه مرا آشتی بده، برو پیکاری. منو از دست نده آقا بیرون، من تو عالم دوستی جونم و فدای رفیقم میکنم. تو الان مستی، اینم همش فرمایشات اون بطوریه. نه جون خودت، اشتباه میکنیم. اصلا میدونی چیه؟ این چند شبی که تو رو ندیدم و تازه فهمیدم که آدم وقتی تو زندگی کسی رو نداشته باشه پول ثروت داده در بدم. آمادگی دارم با قوزگم میتیر اینجا بخودم. خیلی خوب، گریه بسته. ببینم که میایی امشب میر خونم یا یه شب دیگه. چوبایی نکن آقا رضا، اگه ازگل میگم ازگل، اگه ازگل نازکترت گفتم و محکم بکن بیخه گفتم. از بیگی چی زدم؟ نه نه نه، حالا سب کن سب کن، همیز که نازکتر نگفتم. من به خیالم نازک نگفتی. نه نازک نبود. که رخت خواب بیارن که توش بخوابی. چطوری؟ تو که میگی بگو یه سرویس دو نفری چرچر خرخرخب بیارن. من صبح اون شب عاشق یه دختر شده بودم. بازم چقدر دست به عاشق شدن خوبه. فردا صبح برات میگیرمش مرگ تو. وقتی همه کار عروسی که تموم شد یه ساختمون چهار طبقه هم درستی میندازم رو قباله جفتتون. نه 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 مرگ تو. من اصلا دستم به کمتر از چهار طبقه نمیری. طبقه اول دومش دست خودت، طبقه سوم چهارمش دست زنت، طبقه پنجم ششمش هم دست مردم باشه. بله اجاره میدیم، پولش هم در میاریم، این کاسه بی آب و آلوی چیزی میدیم. پنجم ششمش هم میتونیم بگیم که دست زمین بگیری 20 طبقه روش بسازیم، اجاره بدیم، پولش هم بخورن برامون. تو هم که همیشه به تراس که میریسی تو هوای خونه خوابت میبری. بله خوابش بود. ما بریم یه جای سفته پیدا کنیم بخوابیم، اینجا نرمه، خوابمون نمیبره. برو برو. شاید برم تو پیاده روی جایی که اجدادم همیشه میخوابیدن. برو دیگه، اونجا بخواب. تو رو تنها گذاشتم. برمانه الان دیگه چشمون بیداری، خدا کنه خوابه. یه میکنه بس توی دادی نزن داشتم آهنگ مردم خرابه میکردم. ای خود آهنگ خراب میکردی، من این خونه جای آهنگ خراب کردنه. آهای بیا این آهنگ گرد و برشته بنداز بیرون. آقا باستو صبح بخیر قربان. ای صبح بخیر، و هن ناقی سطح زرق نبود باز کدوم بی سر پایین دوز تو خونه من را داده؟ نه من نمیشیناسی، نه اینه میشیناسی، نه خدا رو میشیناسی. اینم کرد یه چیزی بگو یا نه. من چی بگم؟ من هر چی بگم یه خط بده کار میشه. بگو چون اگه بگی نه شدیم باید نصب بیزنم. من خودت زهان میکنم، یاله جواب بده. خودت جواب منو بدی. خودت دیشب از التماس کردی منو با هزار تا مرگ منو مرگ موش آوردی. من خودت دیشب برام زنه گرفتی، خرج عروسی رو نقدت پرداخت. من نه خودت دیشب آپارتمان 3-4 طبقه برام ساخت. من نه خودت گفتی دو طبقه شد دست خودت باشه. تو من نه نه خیلی من نه
از این یه عالمم بعد باید بهم دادی. مگه من آدمه ویلیام که به این آسونیه بیام تو خونه مردم؟ من شبا دوستا رو دسته میبرن تو خونه هاشون، تازه براشون میذارم تقشیب. والا به خیال دارم هروا امت ویل معتلی، با این حرفا نمیتونی خودت تبرئه بکنی، فهمیدی؟ این دفعه جیبامو زدی، من بخشیدم. من این دفعه دیگه بهت اجازه نمیدم جیبام بزنی. والا بیا ماچیت بکنم که آشاتی بکنم. اونو کنار بردار که من دستکن واسه اومدی اینجا جیبمو بزنی. آره منه نه بخود اشتباهی میکنی دیگه، نمیزنم واسه اینکه دلم برای دمی سوزی. چون دلت برای من میسوزی او باشه. آره بوز باش، آخه تو مریضی هر کاری بکنی من کی نمیگیرم رفیق. لپ رت رت بکنه بیاده دست بی لپم بزنی به خدا میکوشم اتر. نه ترس، میخوام بلیستم به عبارت دیگه، میخوام به ماچم جیبمو که نمیتونی زیمره تر من رو بپوش. یا که نمیزه بچه ها به سلامت داری که بر نگردی از تو لعوت کلون دزام فکتاسیون رو بردردی. من از دولا نیستم آقا جون، من عبدالله بخونم بدن تو لرده رو بیچارم کردن. شو با بسولی خودمو چجوری تایی میکنی؟ بس جیبم بزن باز جیبمو زن، باز جیبمو زن. اومدم. زنگشون هم پاکستانیه؟ بله. بی زحمت بگین مریم خانوم بیان دم در. خودم هم. چه فرمایشی دارین؟ شما چند تا برادر دارین؟ یک. What is اسمش؟ علی. حالا کجا؟ آبادان. باز چی میپرسی؟ والا میخواستم خاطر جمع بشم که مریم خانوم خودتونین. من دیروز از آبادان تشریف آوردم. برادرتون ماشالله هزار ماشالله سر و مر و گنده تجارت میکنن، تو معاملات میله های آهنی هست. برای شما یه نامه داده با 8000 تومن پول. تو خود راست میگی؟ دروغم چیه؟ بفرمایی قدرشو بدونینا، ولی بهش دست نزنین، کم پولی نیست. من مرتب میرم آبادان و بر میگردم. ببینم کارماری ندارین؟ نه مرسی، من خودم براش نامه مینویسم. خیلی خوبه. گفتین چند تا برادر دارین؟ یکی. خیلی خوب، حالا درست شد. بگیری گفتین اسمش علیه؟ بله. خیلی خوب خوده. فقط مواظب پولا باشینا. قربون شما، خدا حافظ. زری خانوم، زری خانوم اینجا رو. چیه بابا چی شده؟ داداشم گفتم 8000 تومن پول فرستاده. آها گفتم حالا چی شده؟ دخترتون 8000 تومن که این روزا پولی نیست، خرج یه شب الواتی خارزادمه. بالاخره همینو فرستاده خدا رو شکر، حالا دیگه میتونم تمام طلبای آقا رضا رو بهش بدم. دخترتون یه خود به فکر خودت باش، تو یه فرش زیر پات نیست، رو زیلو نشستی. میخوای بگم خارزادم از فرش فروشی رفیقش یه فرش خوب واسط بیاره؟ ای بابا چرا خارزاده شما واسم فرش بیاره؟ خدا زنده نگهداره داداشم، مینویسم برام بفرسته. لطفاً بشمرین یه وقت زیادی نباشی. درسته قربان، خیلی میتونیم فرشو ببریم؟ باش میکنم بچه ها بپیچینش، خیلی خوشگلی لولش بکنی. نه این باسلوغ لولش بکنی. آخه خب دیگه کاری ندارین خانم جون؟ نه خیلی کاری ندارم، متشکرم. اگه کاری داریم بگین، رو درواسی نکنین. من باز فردا میرم آبادان داداشتونو میبینم. آبادان؟ بله آبادان. تا اون چشمتم کور شه که دیگه تو کار بزرگتر دخالت نکنین. بیافت جلو هم مال نشان بی خاصیت. خب خداحافظ، قربون شما، سعیتون کم نشه. خب مبارک مریم جون، خودت خریدی؟ نه نوشتم داداشم از آبادان واسم فرستاده. خب حالا این اتاق جونم واسد بگه یه تلویزیون کم داره، میخوای بگم کار زادم برات بخرم؟ نه خیلی لازم نکرده، خدا نگهداره داداشم، مینویسم واسم بفرست. همین ایستگاه تلویزیون خوبه، همینه میبریم. مبارک بشه. اینو لدرشی ببند. خب چقدر تخفیف؟ 3500 تومان که پولی نیست، همش هم داد. چشم بدیم. به تلویزیونم که خریدی؟ نه خریدم داداشم واسم فرستاده. خب مبارکه انشالله. حالا بگم دیگه چی کم داری؟ یه دست مبل و یه یخچال و یه ضبط صوت که هر وقت تلویزیون برنامه نداره خودتون باش مشغول. مریم خانم لب بتره کنه، همه اینا رو تو یه ساعتی که واسش میخرم. متشکرم، می‌نویسم داداشم واسم بفرست. خود دانی. خب مریم چون کسی خونه نیست، زینت هم خوابه، یه خود مواظب خونه باش تا من برگردم. کجا میخواییم بریم؟ با منصور خان میخواییم بریم سر قبر خواهرم شب جمعه، ثواب داره.
منم دو سه هفته است که سر خاک مادرم نرفت. خب اگه دلت میخواد تو هم با ما بیا. بله ماشینم که ها. آخه آقا رضا خونه نیست، میترسم بدون اجازه بیام ناراحت بشه. بیا بریم دختر جون، اینقدر دیلی به لالاش نه. در عادت آدمی. مینیمون مستابی پیل که دوست بزنگه بزیر حلکی هنه. بچه ها بایتی من در قفل کنم را. بچه ها شما بایتی این دامن یک چیزی بپرم در. خیلی خوب بری. کفنی سوار شد. بچه های تو سنگ گذاشتن جلو چهر یه لحظه دارم از دست این بچه ها سایش نداره بابا هاشونو بکن همینجور پس میدازم برد میکنن تو کچه که خورده من فهمیده باشم. آقا رسا اینجا چی کار میکنی؟ آقا رسا ماشین کجا میبری؟ باشه میرم ماشین کجا میبری ها؟ میکنی امشب برگردم؟ ساعت ده هنوز نیومدم. این کار ماشین شماست منصور خان. برای خودش باشت بدم ماشین رو بردشت ماشین رو بردم باش تجاوز کردم ببخشین تصادف کردم. نمیخواد بسن خوش مرده که کنی بگو بینم ماشین رو بردشتی تا این وقت شب کجا بردی؟ حقیقت تیش رفتیم زیارت اهل قبور برای کن فاتحه خوندی. آره کنم میفرستم در اهل قبور بزنی نه بچه ما هم که یه رزه بی عربی کردن عربشون کردی. حالا اجازه میدیم ما بریم به کارمون برسیم. ای فهمم که دیگم یه طرف ماشین رو خورده کردم بره دیگه واسه دختر مردم هم کلکی نچین. بیا بریم بفرما بز بریم بایده نداره تا این پسر دور برم. بابا حالا چی میگی؟ اگه خاطرت باشه ما اومدیم خواستگاری آبچی اما هزار تایب و نین رو ما گذاشتیم. دیالا حرفتو بزن. میخواستم بگم اگه خواهره رو همون روزی که اومده بودم خواستگاری حلاتی نبود که حالا نشونده آقرت باشه. آها جواب بده برو خدا رو شکر کن که اینجا ویلا اون دهنتو با مش خورد میکردم. سرتو مثل کفکزی زیره برز نکن. غیر تو هر بنی بشری میدونه که آقرت آبجی تو نشونده. بیا و ببین چه دهن دستگاهی واسه جور کرده. فحش، یخچا، تلویزیون. آخه تو خونه خاله من میشینم. خاله هم میگم آقرزا صبح تاشون بر دل آبجید نشسته. همین روزا باز منتظر ونگ ونگ بچه شون باشه. خب این خاصیت بشره مرتب توالت تناسدار میکنم. ای روزگار مصابت و شک اگه آزاد بودم و همه چیزو به چشم خونم میدیدم یا اگه آقرزایی برات میساختم که صد تا از بغلش دراد یا اگه میفهمیدم که تو دروغ گفتی بالایی سرت میآوردم که روزی هزار دفعه مرگ خودتو از خدا بخوای. ولی چه کنم که روزگار دسته من از پشت بسته. من دستتو وا میکنم تا بفهمی که خیر و صلاحتو میخوام. اینجا یه آبدایی دارم که خیلی خرش میره. میندازمش جلو وثیقه ای چیزی ازش میگیرم که آزادت کنم تا روز دادگاه. آره آزادت میکنم تا ببینم چه گلی به سر خودت میزنی.
بعد از نهار کجا باس برم اصلا یادم نیست، خدا میدونه بد کاری کردم، کارم یادداشتی نکردم. آقا رضا به زحمت دقیقه بیاین اینجا، کارتون دارم. کار خلاف شرع نباشه یه وقت باقی چی مواجه این زفت ساتو داداشم واسم فرستده با حال شما و پرداشت میخواستم شما میتونین روشنش کنی؟ با برقی کار میکنی یا با همگاش کار میکنی؟ با حواست من و گاز چی؟ آقا رضا با باتری کار میکنه. اجازه بدین اول انگلیسی هاشو بخورم. یس نو وری گود دیس وی پلیز. آها خیلی بد خط نوشته، بذارین این دکمه رو فشار بدم شاید به امید خدا منفجر شد. فجون علی آقا دیگه بچه های من همش موضوع رو فهمیدن. بذار من چشمم به چشم اون ناکس بیافته، بهش میفهمونم یه من ماست چند سیر کره میده. ولی مواظب باش کار دست خودت ندی، اجازه بده من در واک کنم. فکر کنم رضا الان خونه باشه، چون این صبح تا اون صبح نشسته ور دل دختره تکون نمیخوره. بفرمایید هرچی بکشی بالا بلندتر میشه. بیستی لاحق بندی آنتنشی که روی سباره دو شاخش کن بزنید پریز برق قدی چیفه کنید. بابا چشم ما روشن. من علی جان قطع داداش شازم اینه قربونت برم. چه ساختم؟ آیا خیلی حد نمیکشیم؟ برو بیره کن 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 تکون نخور. نامردی اینجوری میخواستی از آبجی مواظبت بکنی؟ بد جوری مواظبت کردم اینجا. میکشمت. آخی چی؟ مگه چی شده؟ آخی چی شده؟ تو نمیدونی چی شده بی کس و کار؟ نه بشورت بیدار. این سنبه مونتر میلی کن آخی تیزه. خدابندی خدا گوش. من که بخیلی نیستم اما الان بگو از چی بخیلی؟ من مسیارم دوتنون با حرف بزنه. چرا قابل نیستم؟ سابتون نوشته بود که روی زیرو زندگی میکنه، اما تو نارفته پایین دم و دستگاهی که ازش خریدی سگه بد نومش کردی. با خدا من بد نومش کردم؟ تو داری من بد نومش کردی؟ نامرد بی صفت خفت کن تو لکه ننگو از روز آمان آبجیم بردارم. ناکس برای آبجیم من فرش کردم. من خریدم خودت. آره خودت خریدی نرو. این لنده بودن به حرفمو بزنم، این فرش و مبل یخچال و تلویزیون تو برای آبجیت خریدی؟ من خریدم. آره تو؟ البته من پولاشی میدادم. آها اما به اسم تو برای آبجیت میفرستادم. اگه ایشکی ندونه الماس که استانبول عرق فروشی داره خوب میدونه. من هرچی میخریدم میدادم الماس واسه خواهرت بیاره بگه تو از آبادان فرستادی. خب آخه اگه میفهمید من خریدم قبول نمیکرد آخه. حالا مگه واجب بود که مریم این همه دم و دستگاه داشته باشه؟ دوزی داره بهش میگن منصور. منصور؟ آره منصور خالده رو میگی؟ من دیگه خاله مالش ندیدم، فقط میدونم خاله از جانب خواهرزادهی کارش این بوده که زیر گوش مریمه بگه اینی کم داری اونی کم داری، اگه پول نداری بخری بگم خواهرزادم واسه بخری. اما تو اومدی دستمزد خوبی های مارد دادی، خیلی متشکرم علی جان، چون خیلی سعی کردم که خواهرت گوله نخوره. اگه اینجوری بود چرا از این خراب شده اسباب کشی نکردی؟ چی بگم والله جوری نمیشد، ولی حالا دیگه به امید خدا میریم. خیلی خوب دیگه من میرم چون ساعت 4 باز فرودگاه باشه. دادگاه دارم. بلیش کن طوری که میخوان زندانی کنن، حالا 4 روز دیرتر بکنه و حالا رئیس دادگاه چه فرقی میکنه؟ دادگاه باشه سر فرودگاه. آبجی هنوز تو رو خوبه ندیدی، چند وقت پیشش بمون بذار سایت بالا سرش کمانه فرید. همون سایه تو که بالا سرشه واسهش کافی آرزا. بله اون داداششی میخواد، تو رو میخواد که وسیله تنشی کمان، یعنی بیا بگیر این مونی، یعنی پول تو رو خدا نذاری بفهمه که این چیزا رو من واسهش خریدم. ها بیا اینو بگیر که بری واسهش سوقاتی بگیری، برو از دلش هم در بیار. برو در برم آرزا. فقط مواظب باش قضاگر یه وقت نفهمه. معذرت میخوام مریم جون، منو ببخش. میدونی من تقصیریم نداشتم، از روزی که ننه خدا بیامرزمون فوت کرده پاچ قاطی کردم، خودم هم نمیدونم چی کار دارم میکنم. آبجی صلح برقرار شد، پس دیگه به وجود کسینجر احتیاجی نیست بفرستیمش بره. بیا آبجی اینو بگی برای خود یه چیزی بخار، من فرصت نکردم سوغاتی برات بیارم، حالا دیگه باز برم کار دارم. هنوز نایمده کجا میخوای بری؟ میرم فرودگاه، کارم خیلی عجل است، باز همین امروز حرکت کنم برم کویت. خب دیگه خدافز آرزا. با اجازه قربونه برم رایی. آره به سلامت خوش اومدی خدا. نه زحمت نکش، خدا نگهدار. برو به سلامت.
دست خودش نیست، آفتابه زده به ملاجش، یه دفعه عصبانیه، یه دفعه مهربونه، یه دفعه میگه خداحافظ من میرم الکویت. خب چه میشه کردم، مشغلش خیلی زیاده. من همه چیز از پشت در شنیدم آقا رضا، نمیدونم چی بهت بگم، فقط اینو بدونم که هر علاقه ای نسبت به تو داشتم امروز صد چندان شده. تا حالا دیگه واسه علی دختر رضا را آورده باشم؟ آره منصور خان، اون آدم بیکله ایه، اگه این کار کرده باشه خورش هم میره زندون، اون وقت من میمونم و مریم، هم عشقشو برسم و هم بیارمش تو کافم که واسم کار کنم. برنامه نیست، هم عشقشو میرسی و هم واسم کار میکنم. شما این علی آقا، سلام علیکم. یادت بهت گفتم اگه دروغ گفته باشی برای سرت میارم که مرگ خودتو از خدا بخواد. ولی علی آقا من به شما دروغ نگفتم، هر چی دیدم بهت گفتم، باور کن. آره چی دیدم برای سر اوسای من آورده. اوسا اوسا بلند شو، بلند شو. چی تو رو زده منصور خان؟ چی بود؟ سیا به سر حاج معمار دستمش خونش هم بلده. اینو فورا برسون بیمارستان. چاش بلند شو. بواسه بینم علی جون توی سهلاب کی از مسافرت اومدی؟ بیا بیا ببوسمت. آبتی و مادرم از خونه بیرون کردی، باعث مرگ مادرم شدی، دارون رداره ما رو بالا کشیدی، حالا خود بگو چه مانی باید بکنم؟ این حرفا چیه علی جون؟ من حق و حقوق همه شما رو دادم دست خواهر، رسیدم ازش گرفتم، بریم خونه رسید بشه. تو نرو، اون رسید با تیه عمد خوبه، خونه و زندگی آبتی ما به زبون خوش پس میدی یا به زور از خرخت بکشم بیرون. من نبودم علی جون، احرام موی سفید من رو نگه دارم، این کارا واسه چیه؟ بروای خاک پدر مادرم، اگه زندگی ما رو پس داری همینجا خفت میکنم. ما که خودمونو انداختیم تو اچار، تو هم رو چرا بچه شدی علی؟ های ما سرمونه کمک کنی، داره خفم میکنه، کمک کمک بیا ترقومه بکشم بیرون. بیا نه بلش کن پیر مردو، هیچ حرکتی نکن، شما شکایتی نداری؟ خیر ببرین. میگفتی من دادگاه دارم، باید برم فرودگاه و از این حرفا. چی میگی؟ خب اون که یست باب البته بابا. بگو ببینم کدوم کلانتری هستی حالا. باشی باشی اومدم، باشی اوکی 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 ام کامینگ تو یو. سلام رضا جون. بی سلام علیک، چی شده باز اینجا چی کار میکنی؟ چی بگم، رفتم سراغ منصور خاردار، دق دلیمو خالی کردم، اگه نمرده باشه الان تو بیمارستانه، بعدم رفتم سر وقت عمو، عمو نشد. ناکس حالا دیگه به من کلکه میزنی؟ میگی میخوای بری فرودگاه بعد میای کلندری؟ پیش اومده دیگه، خلاصه راحتت کنم به این سودی ها آزاد بشو نیستم. اما خب مهم نیست، فراموش کن. چطوری فراموش کنم؟ حالا میخوام تو آرام دوستی یه خواهشی ازت. خیلی خوب بگو ببینم چی میخوای. زود باش بود تا یادت نرفته. اگه آبجی ما رو لایق میدونی عقدش کن. هن تو چی گفتی در حضور این پاسبان؟ عقدش کن تا دهن مردم بسته بشه و هیچ نامردی نتونه پشت سرمون ریک بیشنه. والا نمیدونم چی بگم، دغدغه شدم، بذار فلاش بک بکنم. اینو بدون آقا رضا که هر علاقه ای نسبت به تو داشتم امروز صد چندان شده. سلام پهمی شدی ایوه آقا رضا، شمایی؟ آره. سلام. ببینم
از خونه جدید کم ناراضی که نیستی هستی نیستی ای خوبه بد نیست پس اینم دست گولیش بفرما تا قدیم با عشق دست شما درد نکنه آره متشکرم چیزم همین پیش پای شما داشتم به خودم میگفتم بفرمایید بشینیم آره میشینیم خب آره داشتم به خودم میگفتم تو دنیایی که عمو و دختر عمو و نامزد و پیرزن همسایه خلاصه دوست و دشمن همه این گرگ کمین میکشن که آدمو تیکه پاره کنن اگه سایه مردی مثل شما بالا سرم نبود خدا میدونه که چه عاقبت پیدا میکردم وضعیت خیلی هم بهتره بود اصلا این حرفا رو ولش کن هر کاری کردم وظیفم بود و کارهای مهمتری در پیش داری مثلا چه کاری؟ والا نمیدونم چه جوری واسط بگم باید یه جوری بگم که اگه یه وقت ناجور شد باز بشه یه جوری جورش کرد داره خلاصه اینجوری واسط بگم یه نفر پیدا شده که تو رو از جون خودشم بیشتره دوست داره به کسی میگی یا میخواد بگیرتت من ببینی انگار که اون دیدی من حتم دارم که حتما میپسندیش چجور آدمیه؟ من شکوکم که آدم حسابی باشه این خودم هر در به داغونه شغلش چیه؟ والا همکار خود بنده است راستی خودت چه کاره ای؟ همکار همون خود بنده خواستگاری که واسط پیدا شده راستی اینم بگم که داداشت با این وصلت سخت موافقه شدید باش اگه علی موافقه من حرفی ندارم ولی ولی اما چرا بلای چی؟ والا آقا رضا خودت بهتر از همه میدونی که عمو و دختر عموی من چه بلاهایی سر من آوردن من همیشه آرزو داشتم شوهری واسم پیدا بشه که از نامزد سابقم سر باشه هم از کار و شغل هم از مال و ثروت خلاصه از همه چی دلم میخواست شوهرم مثل سیخی باشه که دائما تو چشای دخترمون و شوهرش فرو بره ولی خب این آرزون برآورده نشد میدونم حالا هرچی شما بگین قبول میکنم چون شما جای برادر بزرگ منم خیلی چی گفتی؟ من جای برادر بزرگی ترتمم بله من شما رو از علی هم بیشتر دوست دارم اگه واقعا صلاح میدونین به خدا من رو حرف شما حرف نمیزنم باید این خواستگار رو یه جوری دست به سرش کنم شاید بتونم که ردش کنم اون آخه خیلی درب و داغونه باید برم تو خطه یه خواستگار پولدار که بتونه تو رو به آرزوهای طلاییت برسونه خب اونم زیر کلم دارم برات پیداش میکنم مرم شب زودتر بیاده داشت میخوام واسه شیرین پولی عبدالله اینم خالفا به من چی که تو عبدالله نیستی عبدالله نیستی حالا چه منظوری داری هی در پای شلوارت رو بری من میزنی بالا باز داره راه میفته بگم به من از جریمه بشه من رفیق آقام جیمه رو آقای نادری هم داره آخه به 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 جناب آقای بسلوگیان مشتاق زیارتیان بسم الله بفرمین آقا به جون شما من خواستم جلوشو بگیرم ولی حریفش نشدم کاری که اگه بخواست جلو تو میگیره خودش ناراحت نکن من میدونم از دست من شکاری ولی امروز برای شکاری نیومدم اینجا اومدم پیشنهاد ازدواج بهت بکنم پیشنهاد ازدواج نفهمیدم اونم با دختری که تو برام پیدا کردی تو میخوای واسه من زن بگیری آره چه اشکال دست برات بلنده کردم بگونم چایی میخوری یا سرکه شیری؟ البته هم چایی خوب به هم سرکه شیری ولی من چایی اینجا باقا من اصلا نیستم عبدالله دیگه داری نزم به خودم میزنم تو گوشه تو روشو پلو بگیره اون چاقه چلاشو ورده بیار فهمیدی از اون چایی مخصوص ورده بیا واسه آقا رضا آقا رضا چایی دوست داری بله آقا شد برو بینه برو ببین چی چی اولا من چایی ساده دوست دارم الان واسه چی نکنیم چلی باشدی بشین ببو جون بشین راحت باش ببینم تو که پیشنهاد ازدواج برام کردی چرا خودت زن نمیگیری ها؟ والا نمیتونم یعنی گرفتارم چون تو کوچه ما سر ملک عباس این همسایه میگه دخترمو بهت نمیدم اون همسایه میگه من اصلا بهت نمیدم حالا موندم این وسط که چیکار کنم و کدومشونو نگیرم خب خوشگلی دردسر داره دیگه چیکار میشه که آره ولی خب این تو دردسرا رو نداد حیف تو نیست که با این همه ثروت تنها باشی و شبا برای رفع تنهایی منو ببری خونه من تو رو بردم تو خونم نخیر من تو رو بردم خونم راستی این چایی که گفتی چطوره چایی حاضره قلبان چایی سلام علیکم سرکارشون خودشه چقدر خنگی به خدا تو گفتی برو چای گرفتی پاسبان بره ما سرکاری این آقا رو برین کلانتری من از دست شاکی هم میفهمین از دست شاکی هم این آقا جیب بره تو بخواهید آقا من نه
تو بگی زده به کلت رفیق، خب اگه نمیخوای زنه بگیری نگیر دیگه، کلمتری کشی واسه چی؟ سرکاجی ببریش، برش دارو بر من خوشتری بیان، برش نده. ولی من باز از تو کینه به دله نمیگیرم رفیق، برای ثابت کردن این موضوع حاضرم ماچت بکنم. لازم نکرده آقا، همین ماچات بود که پدر منه در برده، برو ده، برو، 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 ماما این کباب ما چی؟ کبابتون الان حاضر میشه. فعلا نون پیاز بخورین تا ایشاتون وا بشه. شما هم نون پیاز بخورین. چه فرمایشی دارین؟ میگم بالاخره نگفتین آقا رضا کجاست که امشب پیداش کنه. برو یه سر گوشی آب بده. ببین نکنه خدای نکرده بلایی سرش اومده باشم. برو یه دو تا چشم. فردا صبح از خونهشون میپرسن. فردا صبح چی چیه؟ مگه الان چشه؟ مگه اون الان تو آسینم از کجا پیداش کنم؟ چطوره برم سوپرمارکت بگم یه رضا باسلوگی به من؟ من حرفا سرم نمیشه. من رضا باسلوگی میخوام، همین انشالام میخوام. همین. چشم، میرم یه کاریش میکنم. میرم خونهشون. اگه خونهشون نبود یه سری میزنم هیمالیا. اگه اونجا نبود میرم ایتالیا. اگه اونجا نبود میرم قزوین. خیلی برات اونا پیداش کنم. راحت بگم خیال راحت باشه، من ترتیب کارتون میدم. بگو ببینم مریم حالش خوبه؟ آره خوبه. چی گفتی؟ که بازم تو این طرف ها پیداش میکنم. خوبه چی؟ هیچ که آدم دیشو ببینم. گفتم بازم که این طرف ها پیداش میکنم. آه درست که میخورم یواشتر اصله یه پوت بنده بهش بیزن. تو اول بگو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ خلال که خیال راحت باشه، تو باز میگم وقتی رضا باسلوقی پیش من نیاد و خونش هم نشه پیداش کرد، معلومه زندونه دیگه. عباس خوبه که تو اقلا به فکر من هستی ها. نادر خان اندیمش کومده بود عباس. نادر خان ولی ما چیزی بسر گفتیم خونه چه برادر خواهر. مگه گوشم هر خور یقدر هست نانتم خودم میگیرم. اصلا ناراحت نباش. مگه که ننه بگیری؟ میگم که نادر خان بیشتر از من به فکر شماست. اون منو فرستاده اینجا. بلش کن بابا، معلوتی خودش شکایت کرد منو انداخت اینجا. عجب ماهی دودی کشیدم، فقط دودش کمه. آقا جون معذرت میخوام، الماس کار واجبی الماس که جواهر فروش میگی اجازه هست بیاد تو. ها اون الماس بگو تو، بگو تو الماس کافه چی میگیم؟ خیلی وقت نایدمش، حتی شب تاله نایدمش. سلام با کلا عرض میکنم. سلام بی کلا. ببینم این وقتی رو چی کارم داری الماس؟ نکنه خیال داری حساب دیشب ازم بگیری؟ ای بابا حساب مساب فرای سرتون. از رضایی یه مقدار کنیاک آوردم برام، یه شیشهش آوردم که یه پیکی بزنین ببینین میپسندین یا نه. ولی مراقه نداری. تازه ببینم این کارو میتونی امشب تو کافه بکنی. من که میدونی وسط روز تو محل کارم مشروب نمیخورم جانم. آخه میدونی چیه؟ چیه؟ میخوام پول بابا رو بدم بره. میخوام بدی بره. اگه شب بیاین بخورین باب دلتون نباشه دیگه نمیتونم پسش بدم. بله آخه من تا حالا روز مشروب نخوردم، میترسم یه وقت سردردی میگیرنی چیزی بگیرم. آه حالا یه استکان طوری نیست آقا جون، منم بعضی روزا یه استکان میرم بالا. بگوره پدرت میخندی میری بالا، میبرم تو زیدم این بطری میکنم تو گوشت اسدالله. چند دفعه بگم آقا جون من اسدالله نیستم، عبدالله، اینم خال پام. میخواین نشونتون بدم؟ عصبانی شدن براتون خوب نیست. آقا من چجوری بگم این خال صابر بگم تو سرمو گرمو شدم نوکره باش. بفرمایی. بدونی من این گیلاس رو فقط به خاطر رفع ناراحتی این خال کوفتی تو میخورم، ولی ممکن نبود تو محل کارم مشروب بخورم. امکان نداره. شرمندم آقا جون. باش تا جون دره. خوبه کنیاکش چطوره؟ ارز کنم خوبه گبشید. خیلی هم گبشید. بخوری نوش جون تو. یکی دیگه میریم دومیشم دبشه. خب این یکم بخوریم تا ناراحتی تو به کلی رفع بشه. بدی رفع کنیم. بریزین اونجا که درد غم نباشه. به شما میرسه تو صف وایسی. بله بله. ولی میدونی مشروب بدون باسلوق به مزه نمیده. رضا باسلوقی میگم اصلا به مزه نمیده بدون اون. عجب دوست نازنینی. خیلی خوب تا تماشا بریم بالا. من تا نیم ساعت دیگه دست رضا رو میذارم تو دستتون. بدین ببر. بریز ببینیم. معلومه که میریزم. میخوام همچین نرمک نرمک سر حال بیای. بفرمایی میل کنیم. ریختی مگه؟ ببینم این رضا باسلوقی چطور شد؟ من رضا جونم میخوام، من چیزا رو نمیخوام. آخه اون که نمیتونه بیاد اینجا. ما باید بریم پیش اون. اون یه سردار و هزار تا چی پیشه. خب پس چرا معطلی؟ بریم پیشید. چی شد قربان؟ بله درسته، ایشون به اتهام جیببری بازداشت شده. کدوم آدم احمقی ازش شکایت کرده؟ نمیدونم. کدوم آدم بی سر و پای گفته که رفیق من جیببری قربان؟ شخصی به نام نادر صبور. اون که داخل آدم نیست، من خودم پولش میدم قربان.
خودتونو میگه، حواستون کجاست؟ جدی میگی؟ من خودم داخل آدم نیستم. آخه چرا من داخل آدم هستم؟ من مرض داشتم شکایت کردم ازش. والا ما متخصص الکلیم، از امراض داخلی و خارجی خبر مبر یخ دور. خیلی خوب قربان، اگه من ازش شکایت کردم خودم هم رضایت میدم. شناسنامه یا کارت شناسنامه؟ بله بفرمایید. بفرمایید. این هاش. اینم کارت شناسایی. اصلا می‌نویسم که ازش شکایتی ندارم. حالا قضیه کندی بشیم. خیلی خوب، شما مرقوم بفرمایید. مرقوم. من می‌نویسم آزادش کنم. می‌فرمایید. مرقوم باشی. با قاف. تو فکر می‌کنی خیر می‌بینی از اینکه ما را از زندان درآوردی بیرون؟ باور کن به جان آقا رضا، این یکی دو شبی که تو نبودی ها نه خواب به چشمم میومد نه خوراک داشتم. تنهایی خیلی ناراحت کننده است. ببینم تو چرا زنه نمیگیری؟ چی؟ زنه بگیر که از تنهایی دره بیای. اگه میتونستم که خوب بود. هم؟ نمیتونی؟ نه. نکنی به قول خواننده معروف قصه تو گفتی نشده تموم میشی؟ نه، من هنوز واسه هیچ دختری قصه نگفتم و الا یه عالمه قصه گفته نشده دارم. خب آخه علتش چی چیه؟ تو که الحمدلله چیزی از من کمی کسری نداری. چرا؟ ها؟ دوی سی میلیون تومانی کسته. دوی سی لبینیم؟ میدونی پدر مادر من آدم های فقیری بودن. حتما اونا 10 میلیونی داشتند. 10 میلیون. من 10 ساله بودم که مادرم مریض شد. دکترها میگفتن باید ببریش خارج تا معالجه بشه، اما پدرم پول نداشت، به هر دری که زد نتونست فراهم کنه، تا اینکه یه شب مادرم جلوی چشم من مرد. بابام عاشقش بود، وقتی مرگ اونو دید دیوونه شد، حتی رعایت حال منم نکرد، همونجا بالا سر جنازه مادرم اینقدر تو سر و صورت خودش کوبید تا مرد. مرگ پدر و مادرم اثر بدی رو من گذاشت. با اینکه بچه بودم و عقلم به جایی نمی رسید، از همون شب تصمیم گرفتم که پولدار بشم. از فردای اون روز مشغول کار شدم. روزا کار میکردم و شبا درس میخوندم تا سن 18 سالگی. بعدشم رفتم تو معاملات زمین و بار خودم رو بستم. تا امروز که صاحب همه چیز هست. زمین خواهدی به عبارت ساده تر فهم میکنم، ولی هنوز فکر میکنم که 10-20 میلیون تومانی کم دارم. واسه همینم هست که زن نمیگیرم. میدونی شبا واسه چی میام کافه الماس مشروب میخورم؟ برای این که چشمم بزنی نیفته و حواس ازدواج به سرم نزنه. بالاخره که چی؟ تو باید زنه بگیری. این همه اساس و تشکیلات تو این خونه به این بزرگی وله معطلن. کرکی را هرم که کشیدی کسی تو رو نبینه. سرپوشم گذاشتی رو تمام اساس، مثل اینی که خاک مرده روشون پاشیدن. والا نفس کشیدن تو این اتاق مشکلی، انگار تمام غم و غصه دنیا رو تو این خونه خالی کردن. آخه اینم شد زندگی؟ میفهمم منم این موضوع رو حس میکنم. اصلا تنهایی من باعث شده که بعضیا به هم بگن دو شخصیتی هستی، دیوونه ای، ولی من همه این حرفا رو نشنیده میگیرم. میدونی برای چی؟ برای اینکه میخوام 2 سال دیگه عروسی کنم که ثروتم رسیده باشه به 50 میلیون، که هر وقت زنم سرش درد گرفت با هواپیمای شخصی بره اروپا خودشو معالجه کنه و برگرده. میخوام یه وقتی عروسی کنم که زن و بچه‌م درد نداری رو حس نکنه. ای بابا، تو چه با 30 میلیون ثروت میترسی زن بگیری؟ لابد من باید فردا برم به اشت زهرا قبر خودمو بکنم. اصلا از اینا گذشتی، تو میخوای ثروتت برسه به 50 میلیون بعد زن بگیری. من بدبخت که میخوام اول زن بگیرم بعد میلیونر بشم، چه گناهی مرتکب شدم؟ تو میتونی زن بگیری، یکی انتخاب کن، خودم خرج عروسیتی میدم با کمال میل. قربونه داخل تو که شب واسم زن میگیری، خونه 4 طبقه میسازی، صبح میزنی زیرش. اگه راست میگی خرج عروسی، ما همین الان رد بکن بیاد. میدم خرج عروسیت که چیزی نیست، من جونم هم فدات میکنم آقا رضا. جونتو بدی اول پول بده. قربون اون دهنه دی شد یه چیزی. زود باش ردش کن. یا یه چک سفید واسه امضا میکنم، هر قد خرج عروسیت میشه توش بنویس و برو از بانک بگیر. چک سفیدم میدن پول به بانک؟ گوش کن ببین چی میگم عبدالله. عبدالله باش، عبدالله نباش، امرالله باش، امرالله نباش، خیرالله باش، هر کوفت و زهرماری که دلت بخواد باش.
ولی یه بر چک من گم شده میفهمی؟ گم شده باید پیدا بشه. چک من هر طور شده باید پیدا بشه. برو تلفن کن خونه، آشپز و راننده و باغبونه، مستخدم و رخشور و ننجونه، همشونو بردو بیار اینجا. اینجا نشد تو تجارت خونه. ببین چک منو کی برداشته، فوری ازش پس بگیر بردو بیار، والله همتونو اخراج میکنم. به خدا همتونو میکشم زیر اخیه، بعدم اخراجتون میکنم. منو دیگه واسه چی آقا؟ چی؟ از دیگه توی که باید بری زیر اخیه. برای بیلیاقتی من که اونا رو نمیشناختم که. همشونو تو برداشتی آوردی تو خونه من. خیلی خوب. اما نه آقا، اون کاراته بازه، با اون نمیشه طرف شد. کاراته بازه؟ میرم تلفن میکنم به مستخدم. به مستخدم؟ بله، تلفن میکنم به مستخدم. خیلی خوب، برو تلفن کن به مستخدم، اما یه بچه که منو پیدا کن. چشم آقا. معذرت میخوام آقای نادر صبور رو میخواستم. بله بفرما. میبینی؟ میبینی وقتی بهت میگم بیلیاقتی بی خودی نمیگم، واقعا بیلیاقتی. کارتو ویل کردی اومدی اینجا، حالا هر کی از اون میشه زرتی باشم چی میاد تو؟ آقا اولا که خودتون منو احضار کردید. نیشتوانه تون درست با من که این از اون عرضی نیست آقا، یه چیز دیگر. نگاش کنی، ببینه، نگاش کنی. گفتم با آقای نادر صبور کار دارم. این مسخره بازی ها چیه داره بردین؟ براق شدم روش. نادر صبور؟ نادر صبور خود بندم دیگه. سلام علیکم. تو عزت همینم برمیگردم، زودی بیام. ببخشید. یه برو ویسکی بیر کن بکن بخم بیده دود داشتی هم میشه. آب حیاتی، آب حیاتی، یه بده تو حیات کن لب باکیه بکنم روششم بکنم باشه. ایسی توپه جلوشو گرفتی؟ این بی پیر این همه بلا سرت آوردی باز داری میخوری؟ بینش من ماسه ضرره داره. گوش کن چی میگم، حال نمیشه یه قلوپ ما ببینی بذاری بخوریم چطور میشه مگه؟ وقتی خانمو گفت مشروب نخور، یعنی استوپ نخور. استوپ نخور؟ استوپ بسی ویسکی رو بخورم بابا. یه وقت از بوی دهنت میفهمه و ترشی میکنه. خب این سر پا نیستش که بخوای حرفشو نشی نفته بگیری. اونم از هم طبقات خودته. بابا شاقای صاحب و دولس ماشینشی که دیدی صافی داره، ده تام کشتی خجالتی داره، دو تام هواپیمای فسقی تکونه دینا. وقتی هم عرصی پیشه اقلا چند میلیون تومن جهاز با خودش میبره خونه شوبر. اینو من میخورم به سلامتی سلمه. خدا خودی برو پیشش، برو پیشش، پیشین باش حرف بزن، سرش گر کن، منم اینو به سلامتی میخورم. بخور بخور تا یه شدن یه زن شوهر چقدر پول لازمه؟ بستگی داره به اینکه چقدر همدیگر رو دوست داشته باشن. زن و شوهرهایی هستن که حتی اگه 500 میلیون تومن هم داشته باشن هرگز رنگ خوشبختی رو نمیبینن، اما زن و شوهرهایی هم پیدا میشن که با ماهی 500 تومن درآمد در کنار هم خوشبختن، چون همدیگر رو دوست دارن. تو چی؟ دوستم میداری؟ از جونم هم بیشتر. با هم عروسی میکنی یا نه؟ آره عزیزم، از خدا میخواد. خب پس همین فردا ترتیب خواستگاری میدم، منتها باید قبلا تلفن کنم به پدرت. چی گفتی؟ به پدرم تلفن کنی؟ آره دیگه، آقای صاحب دوله. چی شد مریم؟ چرا گریه میکنی؟ یعنی چی؟ نراحتی نباش، الان درستش میکنم. اینه قصه بری بکنم. یعنی چی؟ واسه چی گریه میکنی؟ چی بهش گفتی؟ من چی میدونم، چیزی بهش نگفتم. گفتم میام به پدر تلفن میکنم، میام خواستگاری از این حد. بی خود اسم باباشو جلوی روحش آوردی. چی؟ آقا باباش مرده، عمرشو داده به من. تو خب پس چرا زودتر نگفتی که بهش تسلیت بگم؟ اقلا دیگه داغشو تازه نکن، تازگی که مرحوم نشده. صحبت باره چندین سال پیشه. نفهمیدم. نفهمیدم. تو که تا دیروز میگفتی صاحب دوله زنده است؟ ممکنه.
یعنی چی ممکنه؟ آخه صاحب دوله یه اسم مندراری منه، دیدم بابای مریم اسم درست حسابی نداره، این اسمو من گذاشتم. اصلا بابای مریم کی بوده؟ یه بند خدای مجهول الهویه گویا که معمار بوده. از این معمارای بسوز بفروش یا سوار کشتی تجارتی؟ والا کشتی هاشم غرق شدن. هواپیما هاش تو؟ هواپیما هاشم سقوط کردن. پس شرکت های تجارتی چی میکنم تو چه تا؟ شکست شدن میگه من. چشمم روشه. خب بعد چانسیه دیگه. خب باید چی کاری؟ از اون چند میلیون پولی که میگفتی داره اونم علکه بود یا دولکه بود؟ علکه دولکی هم نبود، من اشتباه کردم، 10-20 ریال بود، با میلیون اشتباه شده بوده. اشتباه جزئی ببینم نکنه میخوای بگی رستم و همین یه دست اسلحه که تنشه؟ تقریبا. دیگه چرا تقریبا؟ آخه بعضی از اون رختایی هم که تنش دیدی آریاس مال خودش نیستش که. اون اتومبیلی که تو رانندش بودی اون چی؟ رومسی آون و توتول موبیلم کرایه است. ببینم اقلنگ خانواده حسابی خوشنامی که داره. بله آونی که دیگه نگو. یه برادر داره که الان تو زندانه به جرم چاقو کشی. پس با کی زندگانی میکنه؟ دو انگشتی با من میکنه. آخه دادیشون سپردی دست من. مرد کریجوان لغ، پس چرا از روز اول حقیقتو به این نگفتی؟ اینجا رو بیل کن. برای اینکه از روز اول هم اونه دوست می‌داشتم، هم تو رو دوست می‌داشتم. دلم می‌خواست شما دوتا به هم برسیم. بدکاری نمودم. آخه احمق جون، بدکاری نمودی که وقتی اون دروغ رو تحویل من می‌دادی فکر عاقبت کارو نکردی. چرا فکر عاقبت کار می‌کردم؟ ولی با خودم می‌گفتم چشم و دل که دید و پسند نمیشه بعضی عیبای کوچیکو پشخید. عیبای کوچیکو ریزه میزه رو بله، اما دروغگویی و کلاهبرداری رو نه. نه نادر خان، حالا که داری میری بیا عینکه تو بگیر که مشغول زنبه. من از بجه تو دیگه عینک نمیزنم، مال خودت. خب نزن، تو رضایت داری؟ Thank you very much himself. گریه نکن مریم. روز اول که واسه تو گفتم سنگ مفته و گنجشکم مفت میپرونیم شاید به هدف بخوری. روز اول من هیچ احساسی نسبت به اون نداشتم، اما حالا دیگه نمیتونم دوریشو تحمل کنم. دوستش دارم داداش جون، دوستش دارم. آخه تو دوستش داری؟ خدا منو نکشه که مش تسخیر منه. اومدم ابرو رو درست کنم، زدم چش چالشم کوره کردم. حالا پاشو بریم خونه، شاید تو راه یه میلیون. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید شرکت سراب روز گذشته رسما منحل شد و باید بگم که از امروز این تشکیلات به نام یک مؤسسه تجارتی فعالیت خودش رو شروع خواهد کرد. من وظیفه دارم خانم ها و آقایون رو به مدیر جدید معرفی بکنم، ولی برای ادامه کارشون تصمیم نمی‌گیرم. قربان دارم، تشریف میارن. خیلی خوب، خیلی خوب، آماده باشید. سلام خانم، شما اینید؟ اجازه بدین دستتون رو ببوسم. باور کنید من حتی فکرش هم نمی‌کردم که شرکت سراب در اختیار شما قرار گرفته باشه، اما به هر حال خیلی خوشحالم. حالا اجازه بدید که کارکنان شرکت رو به حضورتون معرفی کنم. فکر می‌کنی وقتی این کارو داشته باشی؟ اصلاً و ابداً. فعلاً برین مشغول کارتون بشین تا تومار، یعنی فردا. برین گمشین، آدم سویدن و جدول حل کردنم فراموش کنین، یعنی نکنین. میخوام پاک آبروی مؤسسه رو ببرین، یعنی نبرین. شما خسته شدین خانم، بفرمایید بشین. یعنی نمی کنین. خب ها؟ چی؟ خیلی خوبه. خب منو یادت هست؟ من واقعا شرمندم. تو ظلم بزرگی نسبت به من کردی، چون من واقعا دوست داشتم. تقصیر من نیست خانم، عمو و دخترموتون انقدر تو گوش من خوندن تا منو منحرف کردن. خب شاید قسمت نبود منو تو به هم برسی. به هر حال من بعد از تو با یه پیرمرد پولدار عروسی کردم، اونم بعد از 3 ماه مرد و هر چی داشت گذاشت برای من. حالا من موندم و یه ثروت بی حساب که نمیدونم چیکارش بکنم. واقعا زندگی بدون عشق هیچ ارزشی نداره. شما جوانک بیا اینجا، بیا اینجا کمان تلوو بیا. نامزد سابق خانم تو بودی؟ آره خودم بودم. هنوزم یه باشکی دوستیت داره، چند دفعه به من گفت. گفتم داخل آدم نیست. حالا اگه بتونی یه جوری از دلش در بیاری این شانسو داری که شوهرش بشی. آخه من زن دارم. خب فورم برو طلاقش بدی، برو ببینم چی کاره بکنی. برو طلاقش بده، منم اینجا منتظریتم. خیلی زود طلاقش بدی. خواستگاری؟ بله خواستگاری. خواستگاری چی؟
راستش بنده پیروز دختر خانمو توی خیابون دیدم، چشمم یک دل نه صد دلشونی گرفت. رفتم پرسجو کردم، گفتن که سبیه جنابالوه. اینی که بنده زرتی پاشتم اومدم یه خواستگاری. والا وصلت کردن با شما برای بنده افتخار بزرگی. ولی چه کنم که سبیه چند وقت پیش شوهر کردن. کله چی فرمیدی؟ خانم شوهر داره؟ شوهر که چه عرض کنم؟ بفرمایید بوال گردن. خیلی خوب. خب پس اگه اینجوری بنده رفع زحمت میکنم. البته اینم بگم که بنده هیچ اطلاعی از شوهر کردن خانم نداشتم، والا ممکن نبود، امکان نداشت که زیرتی پاشم بیام اینجا خواستگاری و خودم سکه یک پول بکنم. آقا خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ این حرفا همونه. به هر حال بنده مرخص میشم. خدا به شما. خواهش میکنم حالا تشریف داشته باشید. باز خواهش میکنم تشریف داشته باشم. نه جانم، بنده کار زندگی دارم، همجور همه کارام ول کردم اومدم اینجا. باید برم زودتر به کارم برسم، جانم نمیتونم بمونم. خیلی خوب، یعنی چی؟ میخواییم تشریف ببریم؟ طوری نیست، اما توجه داشته باشین که اگه چند وقت بهمون مهلت بدید شاید بتونم یه کاری براتون بکنم. ببینم. بله بابا جون درست میگه. منظورتون یه کاری متارکه یه چیزیه دیگه. بله بله همینطوره. خوبه، البته کار نداریم که جنس دست دوم نصیب ما میشه، ولی خب چشمم کور، خواستیم و پسندیدیم و بعدم صبر کنیم. چه کنیم دیگه؟ با اجازتون این کارت بنده بدم خدمتتون که بعدم بهم تلفن بزنه. قربون شما، میگیرم. قربون شما، زمان نکشین دیگه، خودم میرم. سلام شلیکی شدی. سلام آقا رضا، بفرمایید. نه دیگه میخوام برم. بگو ببینم چی کاری کردی. یه چی کارم الحمدلله تمومه. فردا میریم دادگاه حمایت خانواده. حتما بعدش هم میخوای با مریم خانم عروسی بکنی. خب معلومه. آخه خیلی میگی خدا، یکی که میخواد با همچی خانم محترم و پولداری عروسی کنه باید یه چشم روشنی بهش بده، همینجوری مخت پونسده که نمیشه. بالا راستش من که چیزی ندارم. چیزی نباشه، با تو صرف بذار بگو تا خونه رو بهم ندین منم طلاق نمیدم. مثل اینکه بعدم نگفتی. آره جونه، وقتی خونه رو به اسمت کردم سندشو به نام مریم خانمت بکن، بعدش هم کادو پیچش کن دو دستی بیار بهش بده، و الا با پسر بی صاحب و دوله عروسی میکنه، سرت میمونه بی کلاه بی نوا. چی گفتی؟ پسر بی صاحب و دوله؟ آره، رقیب عشقی داری بدبخت. پاشو برو همین الان بشون اختار بکن بگو طلاق بی طلاق. ده پاشو، چقدرم این تند را میره. معذرت میخوام. ای دکتری عبدانی، وای چه خوی گلی هن؟ بفش خیده. بله معذرتی میخوام، میز عادل شماین؟ بله خودم هم، فرمایشی داشتی؟ پس سلام عرضی شده. علیک سلام، گفتم کاری داشتین؟ من خاننده راننده آقای صبورم، یه خبر دست اول براتون دارم که 30 میلیون میارزی. آخه سرپا چه بده، بفرمایی تو. نه خیر، من باید تشویر ببرم، فقط بفرمایین که طلاق دخترتونی گرفتین یا نه؟ والا نه، هنوز که نگرفتیم، چطور مگی؟ وای به حالتون، پس باید اعلان خطره بکنم که نادر خان صبور داره از دست میره، اگه هر چی زودتر طلاق دخترتونی نگیرین، نادر خان دختر صاحب دوله رو میگیره. آخه دومادم دبه در آورده، میگه طلاق نمیدم. چیز میخوره که نمیگیره، یه چیزی بهش بدین ردش کنین بره. اون حتما کلک انداخته که این خونه رو بگیره، شاید خودتونم بگیره. تا نادر خان از دست نرفته قال کار رو بکنین. اینجوری که نمیشه. شما برین به کارتون برسید، برین باغچه آب بدین، برین صفا کنین. برو تو، برو به منم سلام. سلام. چی کار باید بکنم معلوم نیست. بالاخره آخر تو بزن، چقدر میخوای که طلاق بدی؟ چرا از من میپرسی؟ خودت ببین چقدر میتونی بدی. من پیرمرد دار و ندارم، همین یه خونه است. اگه واسه این خونه دندون تیز کردی خجالت نکش بگو. من به هر قیمتی که شده میخوام طلاق دخترمو از تو بگیرم. اگه واقعا برای طلاق گرفتن مصرین باشه، اشکالی نداره، خونه رو به اسم من بکنیم، منم طلاقش میدم. 5 دقیقه صبر کن نتیجه رو بهت میگم. تا برنگه بودم گاهی اوقات یه پککی میذارم. آره میدونم. ببین کی؟ الو. بله عرض کنم که منم میرزا عادل، مجددا مزاحم شدم. اختیار داری چه مزاحمتی؟ آقا این دوماد ما داره کار دست ما میده، ما دار و ندارمون یه خونه فچ هست. بله گولش گم کنی. خیلی مزرد خواهم بیاد. آقای ازدوری استولم باز میگه استولم. آقا جون من استولم نیستم، من عبدالله. اگه یه دفعه دیگه بگه استولم نیستم، عبدالله خاندارم با همین گوشی میکنم تو مخود با شما نبودم، با این استولم. گوش کن چی میگم، یه ملک 6 میلیون تومانی به اسم پدرزن آیندم بکن، روز بله برون میخوام به عنوان شیربا تقدیمش کنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ بله آقا. چشم شنیدی که چه دستوری دادم قربان؟ بله شنیدم.
اگه اینجوره من همین امروز خونه رو به نامش میکنم با امید خدا مردو میره هر کاری که دلتون میخواد بکنین فقط یه خود زودتر بکنین قربون شما خب پس اول میرن محضر برای انتقال خونه بعدم دادگاه برای طلاق آره با من یه کاری نداری؟ نه خیلی از اولش هم کاری باید نداشتی خدا. به سلامت خوش اومدی به سلامت بله سلام قربان با فرامرز کار داری؟ اتاق 24 گوشی رو داشته باشی؟ سلام حالتون خوبه؟ سلام خانم تشریف دارم نه خیر امروز اصلا تشریف نیاوردم خیلی خوب خدافظ فرامرز ای تو کجا بودی جمونک؟ ما الان یک ساعته که منتظر تو این تو محضر معطل شدم رفته بودم خونه رو سول کنم به نام مریم خانم اینم قبالش ببین حالا دیگه صاحب خونه مریم خانمه بدیش به من ببینم اینو میدادی کادو پیچش بکنن آخه اینجوری که آدم چشم روشنی به کسی نمیده واقعا این که تو آدم خیلی خوب بده برم کادو پیچش بکنم کجا بری؟ آقید بالا منتظری که مهمونم دارن سماقه میمیکن ولی من که آمادگی ندارم باید برم لباسم عوض کنم. دوازی هستی کافیه دیگه لباس پوشیدنم بیا از من یاد بگیر. نگاه کن خوبم دیگه. آه خیلی خوب من میرم. کجا؟ نمیشه جونه تو. کجا با همین لباس میا یا به زور ببرم میت بالا. خیلی خوب میام با. بریم. بایست من الانه برم گردم. جناب میرزا عادل عاقل. سلام فهمی شد. خوب شد که شما ها اومدی. متشکرم. نادری خانی عقد آورده منتظر شما ولی اینکه هنوز عقدش تموم نشده خب عقدش همین امروز خالی میشه شما هم ناراحت نباشید ما از بساط عقد خبر نداشتیم فقط اومدیم به نادر خان مژده بدیم که کار طلاق گرفتن نازی تموم شده خب خیلی خوب حالا که آزاده بی خود اینجا باید نسه بیاد بره زن نادر خانه بشه عزیز جون عرض کردم این هنوز عدهش تموم نشده واسه همینم نه ما از کسی دعوت کردیم نه این لباس مناسب پوشیده خیلی خوب این که چیز مهمی نیست من که لباس پوشیدم برای حد پوشید کافیه چرا؟ بابا جون عرض کردم ما لباس مناسب نپوشیدیم خیلی خوب هر حرفی داری نه اصلا اینجا حرومش نکنین بیاد بریم بالا به خود نادر خانه بگیم بهتر نیست بسیار خوب ما فقط میخواد مجده این متارکی کرده نازی رو بهش بدیم کار دیگه نداریم توفه نتنزم که اینجاست به کوری چشمتون همین الان با پول دارترین دختر ترون عرصه ببینیم و تعریف کنیم میبینیم بابا نمازه کنیم بابا شده خونه در حالا ما دست از مرمو برده تو خیال تو خیال تو خیال تو خیال تو دومات بالاخره ما هم یه غلطی میکنیم بیا دعوا نکنی دعوا چیه چه خیال میکنی چی هست بارو بابا آیا دو چیزه یه مکرمه معظم مریم خورمیمار به دایی به طالب میدن که ایشان را با صداق یک میلیون تومان بچه نفس و یک کرم الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ تکرار میکنم آیا دو چیزه مریم خورمیمار به دایی به طالب میدن که ایشان را با صداق یک میلیون بچه نفس و یک کلام الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ اون نادر سرم شما گفته چونتشون رو اقوازی کردن که ما رو دست اندازن شهر ما پاشو پاشو عروسه مونی پاشو به عروسه بیاری خانه دسته بگری نشون بگر شما 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 اما این قباله رو به عنوان چیز روشنی به تو تقریم کردن برو بزید کدوشی کنم من هیان برمیدم دیگه موندن ما اینجا سرافیش آمو جون بایستیم کارتون دارم بله چه فرمایشی داشتی؟ من و شوهرم از کاری که کردیم نظری نداشتیم فقط میخواستیم ببینیم که زندگی یکی رو از هم پاشیدن چه مزه میده چون شما هم یه روزی زندگی منو از هم پاشیدیم و اگه دوست داداشم آقا رضا به داده من نرسیده بود معلوم نبود الان تو کدوم لجنزاری بودم ولی من از شما کینه‌ای به دل ندارم برای همینم ازتون خواهش میکنم که زندگی گذشته خودتون رو از سر بگیرید البته با اجازه عمو جون و اما در مورد این خونه همونطور که میدونین اونجا زادگاه منه من اون خونه رو دوست دارم میخوام برم توش زندگی کنم
ولی برای اینکه شما هم بی جا و مکان نباشی، به شوهرم میگم یکی از خونه هاشو به عنوان چش روشنی بهتون بده. حالا بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. دخترمو جون بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. بیاین خوش اومدین. از اینکه دعوت خانم من قبول کردیم واقعا متشکرم. گوش کن اسدالله، خانم آقایون رو راهنمایی کن به سالن پذیرایی. من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله مینم، خاله پام. الان نشونتون میدم، بفرمایید. صبر کن ببینم. علکی شلوارتو نزن بالا، خاله باید رو کنی که همه ببینن. واقعا چه پرویش خاله پای منو چیکاره میخواین کنی؟ چه بابا خاله نگاه کن. حتی منم که از تو زبیل ترم، نگاه کن. خاله ندارم، بفرما. مرکی که تو الان شهر هست که داری از شهرت جهت آوازی من استفاده میکنی، بگرم چی چشید؟ آزادره. معذرت میخوام، حتما اشتباه از طرف من بوده. اسدالله من، عبدالله ایشون. خیلی خوب، عبدالله را نمایی کن. چشم، بفرمید آقای، خواهش میکنم. توجه، توجه، همه به منه بنگریده. روی سخن با شما عروس خانم شاد و ماد، بگو بده یه تنظیم خانواده، کاری بکنه که دار از دفاده، بچه که از دو تاپش اضافه، با کرد و تار رو میکنه کلافه، با کرد و تار رو میکنه کلافه. من ای عروس، ای گل تاج خروس، از من به تو نصیحت، قبول کنین حقیقت، درست که شب جمعه درازه، در بهشت روی مرد وازه، تا میتونی علاج کارو بکن، او بی پا بی بی پا بی پا آقا برات کلک نزازه، بگو بده یه تنظیم خانواده، کاری بکن که داره ایس دفاده، بچه که از دوتا بشه اضافه، پکر دوتا رو میکنه کلافه، پکر دوتا رو میکنه کلافه. بشنو ز من شاد و مات، خوش گل و شاخ شمشاد، درد سرا رو میگم، چاره ی کار رو میگم، بچه دوتره مخده بچه، دبا مخده بچه، لباس مخده بچه، گیبه مخده، قلمه مخده، کتاب مخده، کنبکه مخده، میبه مخده، بای زیاده که باشن بکو بیلون میشن، ناخلف و سرت گنادون میشن، خرچ که نگو برچ دو برابر خرچ، بدتر از اون خونه میشه هر جمعت، به گفته یه تنظیم خانواده، کاری بکن که داره استفاده، بچه که از دو تابش اضافه، پکر تو تار رو میکنه کلافه، پکر تو تار رو میکنه کلافه، بچه یکم تره زندگی بیتره. متشکرم رفیقم، بعد از ما دیگه نوبت توئه. نوبت منه؟ آره نوبت توئه. ماه عسلمون که تموم شد، بلافاصله خونه 3-4 طبقه رو واسات میسازم و بعدش هم میریم اون دختری که خیلی دوست داری واسات خواستگاری میکنیم. ای بودو داش، مگه تو کسی رو دوست داری؟ پس چرا به خواهره چیزی نگفتی؟ آخی نمیتونستم بگم، ولی ممکنه یه روزی روزگاری مادر بزرگا واسه نوه‌هاشون بگن که یه ریز عباس لخی بود، قلب مهربونی داشت، اونی یه وقت عاشق یه دختری شده بود، حاضر بود جون براش فدا بکنه، ولی بالاخره کسی نفهمید اون دختر کی بود. امیدوارم به پای هم خوشبخت بشین. من دیگه میرم، خدا مرحمت شما زیاد. کجا میری؟ نه دیگه، من باید